روز 49 وسایل الکترونیکی دستور زبان مصدرهای فتن مصدر ستاک حال ستاک گذشته گفتن گو گفت گرفتن گیر گرفت رفتن رو رفت گفتگو الف مدتی است لپتاپم خیلی کند شده است ب یک لپتاپ جدید بخر الف اگر پول داشتم خریده بودم ب چرا کند است الف نمیدانم مشکلش چیست ب آیا آن را به یک فروشگاه کامپیوتر برده ای؟ الف اگر پول داشتم برده بودم ب من فکر می کنم که تو باید آن را تحمل کنی الف گاهی اوقات می خواهم آن را از پنجره پرت کنم بیرون دستور زبان نقل قول سوالی نقل قول مستقیم علی پرسید کجا بودی؟ نقل قول غیر مستقیم علی پرسید که کجا بودم؟ جمله های رایج ممکن است به من بگویید چطور کار می کند؟ گارانتی دارد؟ من دنبال یک دوربین می گردم شعر آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا بی وفا حالا که من افتادم از پا چرا نوش دارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی سنگ دل این زودتر میخواستی حالا چرا شهریار کلمه روز خنگ خنگ معنی مثال استاد به شاگرد گفت که او خیلی خنگ است ادویجات فلفل قرمز زعفران زردچوبه کنجد آویشن دارچین هل زنجبیل گفتگو همایون سینا اینجا چه کار میکنی؟ خسرو سلام همایون من دنبال یک دوربین میگردم پیشنهادی نداری؟ همایون سامسونگ چطور است؟ خسرو بد نیست ارزان هم است
نظرت در مورد سونی چیست؟ همایون: آن هم خیلی خوب است، اما من در مورد دوربین زیاد اطلاعاتی ندارم. خسرو: باید کمی در مورد آن تحقیق کنم. همایون: دوربین قبلی تو چی شد؟ خسرو: خراب شد. اصطلاح روز: دروغگو خود خیش را رسوا می کند. دروغگو خود خیش را رسوا می کند. معنی: دروغگو کم حافظه است. خواندن: غذاهای ایرانی بسیار متنوع و لذیذ هستند. هر منطقه از ایران غذاهای مخصوص به خود را دارد، اما بعضی از غذاها غذاهای ملی به شمار می روند و در همه جای کشور تهیه و خورده می شوند. یکی از غذاهای خوشمزه و معروف ایرانی چلو کباب است که با برنج و گوشت گوسفند یا گاو تهیه می شود. جوجه کباب، چلو خورشت و چلو مرغ هم از غذاهای رایج ایرانی هستند. کلمات جدید: چرب، دروغگو، حافظه، برملا شدن، دعوت کردن، بابونه، جعفری، نعنای تند، ملی، تهیه کردن، مخفی شدن، بیوفا، رسوا کردن، گشنیز، ریحان، به شمار رفتن، چلو کباب، جوجه کباب، مرغ، معروف، ترکیبات، شکر، ترشی، زیره، لذیذ، منطقه، مخصوص، مشهور، هندوانه، ریواس، خیارشور، هلو، نمک، سیر،